سلام همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوایم که یکی از بازی های جالب دور هفتم مسابقات تاتا استی رو با هم بررسی کنیم. بازی علیرضا فیروزشاه در مقابل دودا استاد بزرگ لهستانی. علیرضا تونست توی بازی خیلی جالب و طولانی بازی رو ببره. به صورت دودا سیاه بود و علیرضا سفید. شروع بازی لندن هست. اسب ای 5 که از حرکات تیپیک است که توی این واریانت بازی میشه، این هم ساختار پیاده ای هست که توی لندن ایجاد میشه. سیاه حرکت وزیر سه هفت رو انجام داد با ایده اینکه با ایده اسب به ده هفت، چون که اگر اول میخواست اسب به ده هفت بازی بکنه همیشه این حرکت های اسب رف هفت وجود داره و فیل ده شیش بی دفاع میشه و اینکه میخواد اسب به ده هفت بکنه تا فشار بیشتری به اسب ای 5 بیاره. گسترشش رو داد به 6 با دی فیل آشیش یا فیل به 7. اینجا بیشتر قلعه میرن و بعدا طرح با ایده این که فیل جسه کنن و اف 4 بازی بکنن، این اسب اینجا حمایت بیشتری بکنن و بعدا با مثلا بعدا با فیل هاش 4 یک سه حمله هایی برای خود حمله هایی ایجاد بکنن توی جناح شاه. ولی اینجا علیرضا حرکت هاش رو انجام داد که حرکت جدیدی هم هست و قبلا بازی نشده. با ایده هاش 5 و بر صورت موندن پیاده و به صورت شاید احتمالا حمله احتمالی توی جناح شاه، سیاه فیل آشیش بازی کرده. فیل آشیش با ایده تعویض این فیل ها، فیل سفید خیلی فیل خوبی هست و همیشه توی حمله هایی که سفید ایجاد میکنه توی جناح شاه نقش خیلی مهم میداره. بنابراین این تعویض این فیلا خیلی مهم هست و خوبه و سفید تر خودش رو ادامه میده. بایده ها 6 اینجا سیاه حرکت اسب ده هفت رو انجام داد با و خونه اف 6 رو خالی کرده و ایده با طرح اف 6 رو هم داره که اسب خود سریعتر از شر اسب ای 5 خلاص بشه. اینجا سیاه میتونه حرکت ها 6 رو هم انجام بده و جلوی ها 6 رو بگیره، ها 6 سفید رو بگیره، ولی بسیار یه مقدار خطرناک هست توی بازی واقعی و سفید ممکنه پیاده رو برونه، ولی خب اونقدر سریع نیست این روندن این پیاده ها، ولی خب بسیار توی بازی واقعی یه مقداری نوز میخوام ترسناکه. سیاه از دی هفت کرده، علیرضا از اسب ای 5 خودش بیشتر دفع کرده، سیاه طرح خودش رو ادامه داده، اف 6 کرده. اینجا اسب ای 5 هم امکان پذیر بود ولی بازده در ای 5 فیلی 7 ها 6 جی 6 به نظرم متعادل هست، ولی به نظرم اف 6 حرکت خوبیه. سفید مجبور برگرده. دودا 3 در د 4 بازی کرده اما میتونست 3 4 رو هم بازی بکنه چون مجبور بود سفید فیلا رو تعویض بکنه و بعد از اینکه اسب اف 4 میکنه بعدا مثلا سیاه میتونست اسب سی 7 بازی بکنه، اسب پیاده دی 5 دفاع کنه و بعدا مثلا حرکت های ای 5 رو بازی توی مرکز رو ترتیب بده یا اینکه بخواد بی 4 بازی بکنه. سی 4 حرکت جالبی بود به نظرم. بعد از 3 در دی 4 اینجا این به ذهن آدم میاد که فیل ها رو تعویض بکنه و بعد ای در ده 4 بزنه، ولی برصورت سیاه ای 5 داره و بعد از این تعویض ها وضع سیاه مقداری به نظرم بهتر میشه و راحت تر هست. بعد تهدیدهای ای 4 رو داره و مرکز رو گرفته، این ستون توی این ستون باز هست روی شاه و شاه سفید نمیتونه قلعه بره چون خودش قبلا این ساختار پیاده جلوی شاه رو به هم ریخته. میگم وضع سیاه بهتر میشه به نظرم. حرکت جالبی که سفید انجام داده اسب در دی 4 همزمان دو تا تهدید داره، گرفتن این پیاده و همینطور اسب 5 و گرفتن یه دونه سوار و سیاه نمیتونه خیلی راحت از این قضیه فرار کنه. حتی اگه فیل در اف 4 بکنه میتونه اسب در اف 4 بکنه و دو تا زور داره روی پیاده ای 6 و بعد یکی از پیاده‌هاش رو بالاخره بده. بنابراین ای 5 تقریبا اجباریه. با این حرکت سفید یه دونه تفاوت میگیره، سیاه باید این اسب رو بگیره اگر که بخواد
این فیل رو بگیره، اسب D7 میره و یه چیزی عقب میفته. پس گرفتن اسب هم اجباریه، سفید فیل خودش رو بر میداره. سیاه سعی داره که با تعویض اسب ها و بعد E4 از نقطه ضعف خونه D3 استفاده بکنه و مثلا یک بازی متقابلی ایجاد بکنه در ازای این تفاوتی که داده. علیرضا حرکت اسب بر C5 رو بازی کرده و اسب رو تعویض کرده، ولی این امکان وجود داشت که حرکت اسب C1 بکنه و اسب رو تعویض نکنه. بعد مثلا احتمالاً سیاه اسب E4 میتونست بکنه، روی این فیل بشینه، سفید میتونست فیل هاش 4 بکنه یا رخ هاش 3 بکنه، اسب دیگه‌ش رو میورد، مثلا وزیر E2 بکنه که بخواد وزیر رو تعویض بکنه. سیاه اسب A4 میتونست بکنه و واقعا مبهم است، با اینکه اگر که تعویض بکنه مبهم هست و مشخص نیست که سفید حتما بتونه بازی رو ببره یا برتری داشته باشه، بتونه از این تفاوتی که جلو هست استفاده بکنه، حتی شاید بدتر هم بشه اینطوری. ولی من بد بازی کردم، ولی احتمالا مثلا اینجا رخ B1 شاید امکان داشته وجود داشته باشه، هنوز متعادل هست. اسب رو تعویض کرده، رخ H4 و هولش داده که E4 بکنه و حالا تهدید اسب D3 وجود داره، برای اینکه شاهش آواره مرکز نشه مجبور شاه وزیری دو بکنه. بعد از اسب D3 شاه F1 کیشو برطرف میکنه، سیاه پیاده های خودش رو محکم میکنه توی E4 و شاید بعدن مثلا اینو داشته باشه که اگه که روخ رو برداره بعدن بتونه مثلا فیلر رو تعویض بکنه، نمیدونم F4 نمیدونم، ولی احتمالا با ایده کنترل بیشتر مرکز هست، شاید میخواسته این فیل راهش باز بشه. خب سفید شاه G1 کرده و با این طرح هست که شاه رو میخواد، روخ رو میخواد به H1 بیاره و شاه به H2 ببره و این روخ رو وارد بازی بکنه، چون اینجا روخ H4 خیلی خیلی نقش مفیدی نداره توی بازی. سیاه حرکات معمولی خودش رو انجام میده، سفید هم ادامه در خودش رو بازی میکنه. خیلی جالب هست که دودا شاه خودش رو برده وارد مرکز میکنه، شاید احتمالا مثلا به این فکر کرده که بعدا بخواد G6 بکنه، این ستون باز بشه برای رخ، یا اینکه بعدها اگر که سفید بخواد روخش رو با اسب عوض بکنه و در صورت توی آخر بازیش شاه نزدیکتر باشه به مرکز مفیدتره. ولی خب در صورت وزیرها هنوز هستن و یه مقدار به نظر من خطرناکه، ولی خب سفید نمیتونه فوراً استفاده کنه. سفید آسه کرده، احتمالا برای جلوگیری از این طرحهای B5 B4، ولی سیاه بالاخره B5 خودش هم بازی کرده. علیرضا حرکت رخ D1 بازی کرده، اینجا به نظر میاد که دیگه واقعا طرح تعویض این اسب با رخ داره. سیاه هم شاه E6 کرده، به نظر میاد هیچ ترسی نداره و شاهش رو آورده وارد مرکز کرده. اینجا دیگه رخ در D3 بازی کرده و رخ رو با اسب عوض کرده و تفاوت رو پس داده، ولی در ازاش پرسپان این پیاده D3 رو حتما میگیره. راه دیگه که میتونست بازی بکنه شاید مثلا رخ D2 کنه و بعدا بخواد با ایده رخ D1 که این رخ آماده بکنه و بعد D3 رو بزنه که حتما پیاده D3 رو بتونه پس بگیره، ولی خب سیاه هم بیکار نمیشست و میتونست بعدا B4 بکنه و مجبور بود اینو، اینجا 3-4 نداره چون با فیل میزنه و اگه بخواد اینجا تعویض بکنه دیگه واقعا همیشه تعویض میشه، ساده میشه و هیچی گیره سفید نمیاد و هیچ برتری نداره. رخ در D3 با وزیر تعویض کرده و خیلی طبیعی هست که سفید اومده که پیاده D3 رو بگیره. اگر که اینجا سیاه صبر بکنه و پیاده D3 رو به سفید بده، سفید یه پیاده جلوه و
یه پیاده جلو میفته و اینکه پیاده ایده 5 هم ایزوله هست و قطعا میشه گفت که سفید برتری خیلی زیادی داره و احتمال بردش خیلی زیاده. بنابراین دوتا حرکت فیل در آثار رو انجام داده که خیلی حرکت جالبی هم هست. فیل رو به پیاده های سفید قربانی میده، عوض میکنه و در ازاش بر خودش بازی ایجاد میکنه. خب اینجا سفید نمیتونه دیگه پیاده آثار رو دفاع بکنه، شاید هم میتونست ولی بعد ده دو میکنه، به صورت مجبور میشه این پیاده آثار رو ول کنه. سفید سریعا شاه خودش رو به جناح وزیر میاره برای اینکه این پیاده ها واقعا خطرناک هستن، این پیاده های رونده. این رو خب میگیره و حالا ایده های روندن پیاده ها رو داره چون پیاده ها رونده هستن. سفید شاه خودش رو آورده، اینجا دو حرکت بهتر رو انجام داده، ارتباط این رخ با پیاده قطع شده و ولی سفید نمیتونه رخ در دست بزنه فورا چون به دو داره. اگر که شاهو بیاره نزدیک که بازی شده، بعدا اینجا سفید میتونه، سیاه میتونست با A5 هنوز به وجود این پیاده دی اس رو میده، بعدها میتونه A4 بکنه و هنوز این پیاده ها خیلی قدرتمند هستن و خیلی مبهم هست که سفید معلوم نیست که وام بازی رو ببره. یه راه دیگه که وجود داشت که به چشم می اومد حرکت D4 بود که سفید سیاه خونه D5 رو برای شاهش خالی بکنه و بخواد که شاهش رو به جناح وزیر منتقل بکنه و به کمک این پیاده ها بیاد. اون وقت مثلا چیزی که به نظر میاد E5 بود که از پیاده D4 دفاع بکنه، G6 بکنه، اگه تعویض میتونست بکنه یا H6 بکنه، بعد مثلا شاه میتونست بیاد C4 یا A5 بکنه. هنوز خیلی مبهم است و نمیدونم واقعا نتیجه بازی چی میشه. بعد از بیس شاه آورد نزدیک، اینجا دودو حرکت B2 رو انجام داد. B2 با تهدید فوری رخ A1 رو داره و ولی خب این حرکت خیلی جالب نیست به خاطر اینکه این پیاده رو تکی فرستاده جلو و این پیاده A7 خیلی دور هست برای دفاع از پیاده B2 و سفید اگر موفق بشه که فیلش رو توی این قطر باز بذاره بتونه متغیر بکنه فیلش رو به این قطر و این پیاده B2 رو میتونه بگیره و این نمیتونه دفاع بکنه. یک حرکتی که میتونه انجام بده شاید A5 بود که بعد مثلا اگه دسته رو بزنه A4 بکنه، شما 3-3 رخ A2 بکنه و بعد مثلا رخ 3-2 بکنه. بعد خیلی مبهم است و نمیدونم چی میشه. برصورت B2 حرکت خوبی نبود، اومده رخ B1 کرده که پیاده رو بگیره، پیاده رو دفاع کرده. فیل صرف حرکت جالبی هست با ایده منتقل کردن فیل به 3-3 با طرح فیل A5 و فیل 3-3 و پیاده B2 رو بگیره و همینطور پیاده A7 رو متوقف کرده. اگر اینجا سیاه سب بکنه دیگه میبازه، بنابراین D4 تقریبا اجباریه. شاه برده که پیاده D4 رو پس بگیره. سفید F4 بازی کرده که اگر که سیاه شو در D4 بزنه فیل E5 بکنه و پیاده B2 رو بگیره. اگر که مثلا سفید فیل E5 میکرد، سیاه A5 میکنه و A4 میکنه و دیگه نمیشه این پیاده رو متوقف کرد و اینکه سیاه هم داره پیاده D4 رو میگیره، پس باید سفید یک فکری به حال این بکنه. F4 حرکت خوبی هست. حرکت دیگه که جالب بود A6 هست که با ایده اینکه خونه F6 رو خالی بکنه که بعد از اینکه مثلا G6 بکنه سفید میتونه با ایده فیل B3 پیاده B2 رو بگیره، اون وقت سیاه مجبور پیاده رو بزنه. وقتی فیل D8 میکنه حالا میخواد فیل F6 بکنه و اینجا همونطور که میبینید دیگه پیاده G7 خونه F6 رو دفاع نمیکنه. ولی خب خیلی خوب نیست بعد این، بعد از اینکه جدر H6 بزنه بر صورت باید برگرده و دیگه نمیتونه این فیل رو به این قطر منتقل بکنه. ولی اگه که G6 میکرد باز مثلا بعد از این تعویض میتونست فیل F8 فیل G7 بکنه و به موقع میرسید و پیاده B2 رو میگرفت. سیاه G6 کرده، H6 حرکت طبیعی هست به خاطر اینکه برصورت این پیاده نباید تعویض بکنه، مورو هر چقدر تعویض بکنه ساده تر بشه یه مقدار سخت تر میشه بردن بازی برای سفید.
و اینکه هاشیش هم مگه خیلی خوبیه و بعدها مثلا اگه سوید بتونه هاش هفته بگیره میتونه وزیر بشه. شاه در D4 دیگه تقریبا اجباریه چون حرکت دیگه ای نداره سیاه. فیل E5 با فیل B2 رو زده. و چرا با فیل زده؟ اگه با رخ میزد و این رخ ها تعویض میشد دیگه اگه خیلی بخواد ساده بشه همونطور که گفتم دیگه مساوی میشه و نمیتونه بازی رو ببره. مثلا اینجا میتونست شاه G3 کنه، شاه G4 مثلا بکنه، شاه G3 کنه و باید حساب بکنیم واقعا بعد از شاه C4 تا C4 نمیتونه بکنه و فکر میکنم که این بازی مساوی باشه. سفید فیل در B2 زده، حالا اگه شاه در F4 بکنه سیاه اشتباه بکنه فیل E5 کیش میده، رخ B7 برای دفاع از عرض هفتمش و اینکه مثلا شاید بعدا رخ C7 بخواد بکنه کار دیگه هم نمیتونست بکنه واقعا، شاید مثلا A5 میتونست بکنه. رخ E1 رخ از این آشپزی برداشت، فیل E5 حرکت خوبی هست، اجازه نمیده که سیاه شاهش رو به G3 ببره، این پیاده رو هم پس میگیره. سیاه G5 بازی کرده که من میخواد پیاده‌اش رو برونه، حالا میخواد هم F4 بکنه بعدش هم شاه G3 بکنه و بخواد پیاده G2 رو بگیره. فیل D4 حرکت جالبی هست به خاطر اینکه میخواد رخ A1 بکنه و فیل A7 رو بگیره و اگر که سیاه بخواد شاه G3 بکنه باز خونه E5 خالی شده و میتونه رخ E5 بکنه و بس مثلا شاه G3 بکنه میتونه رخ E5 بکنه و باید دوباره برگرده رخ A5 داره. اما اگر که مثلا شاه F7 بکنه میشه مثلا رخ E8 کرد و میشه رخ G7 رخ G8 کرد بایده رخ G7 و نخری سفید بازی رو میبره. سیاه رخ دف کرده، این فیل آچمز کرده، رخ E6 شاه اومده که پیاده G2 رو بگیره، حالا F5 تهدید گرفتن F5 وجود داره. سیاه حرکت شاه G4 رو انجام داده، اما اگه F4 میکرد چه اتفاقی میافتاد؟ احتمالا شاه E4 میکنه و مثلا شاه در G2 اگه بزنه میخواد پیاده G5 رو بگیره و سیاه نمیتونه از پیاده G5ش دفاع بکنه، بالاخره این پیاده رو میده. مثلا اگه G4 بکنه باز F4 رو میده و اینو بالاخره کم کم سفید میبره، مثلا میتونه رخ G4 کنه بعدا رخ G7 یا پیاده رو بگیره. شاه G4 برای دفاع از پیاده ها، سفید تصدی گرفتن پیاده A7 رو داره. حالا اگه که سیاه دوباره بخواد برگرده به G3 میتونه اول رخ A5 بکنه، تهدید گرفتن این پیاده ها رو داشته باشه و اگر که سیاه بخواد پیاده H6 رو بگیره در ازاش سیاه میتونه اینو بگیره، بخواد تهدید گرفتن اینو داره، G4 باید بکنه، میتونه این پیاده رو دفاع بکنه و اینو میگیره و نمیدونه واقعا چی میشه، احتمال داره که سفید اینجا برنده باشه. بعدا میتونه شاه ای چهار کنه، بعدا G3 فیل E5 بکنه، فکر میکنم سفید برنده باشه. اما دودو اشتباه کرده، برگرد F4 بازی کرده، حالا دیگه خونه E4 برای شاه خالی شده و میتونه شاه رو نزدیک بکنه و این همینطور از این آشپزی هم خارج میشه. اگر که رخ در A7 میزد رخ تعویض میشد و سیاه نه اینکه بیاد به سمت این پیاده بلکه میرفت پیاده H6 رو میگرفت و بعد از اون حتما این پیاده تعویض میشد و بازی مساوی بود. بعد از شاه E4 رخ F کیش داده، جلوی کیش گرفته و رخ B7 کرده. مثلا اگه شاه G3 میکرد سیاه میتونست اگر دوباره رخ A2 بکنه دوباره شاه G4 میکنه و برمیگرده. رخ E5 حرکت رخ A5 حرکت جالبی هست. حالا اگر که G2 رو بگیره میتونه K
H6 بده، وقتی برگرده شاه F5 بکنه با گرفت بایده گرفتن G5 و بالاخره این پیاده رو میگیره. ولی خب پیدا کردن حرکت رخ A5 حرکت سختیه، دیده نمیشه واقعا. و مثلا اگه شاه F5 بخوام بکنیم برسته شده جده میتونه نمیشه اینو زد. اینطوری سیاه میتونست مقاومت بیشتری بکنه، اما سیاه رخ B7 کرد، اشتباه کرد. حالا پروفیل F6 تهدید رخ A5 وجود داره. آره واقعا دیگه سیاه کیش نداره و سفید داره A7 رو هم میگیره. شاه H5 کرده که بیاده H6 رو مثلا دیگه سیاه داره از آخرین شانسای خودش استفاده میکنه. رخ D6 فیل D4 رو دفاع کرده با ایده شاه F5. سیاه رخ A4 کرده و واقعا دیگه اینجا هم آخره بازی هست، هم توی تنگی وقت بودن و خسته شده بودن و دیگه واقعا داره بد بازی میکنه و بازنده هم هست و دفاع نمیشه دیگه. بعد از شاه F5 شاه سیاه تو شبکه ماتی قرار گرفته و یه آخرین حرکت رو دیگه سیاه نمیتونه دیگه دفاع بکنه. شاه در H6 که رخ D1 دیگه تو شبکه ماتی افتاده و مات هست. یه باید یه چیزی بده، یه مثلا A5 کنه و فیلی 5 میکنه و تهدید رخ H1 و مات وجود داره. خیلی ممنون، شبتون بخیر.